در برآمد مراسم کشاده شوی مکتب عمومی تحصیلاتی در ناحیه رودکی که سنه 3 اکتبر برگزار گردید، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان غیر از سخنی تیار کرده شده ایلاوه نموده گفت: به دو طایفه مردم زیارت حج شرط نیست. یکم، کسانی که با پدر و مادرش مناسبت نیک دارند و آنها از او راضی هستند. دویم، کسانی که از حساب خود راه می سازند، پول راه گذر بنیاد می کنند، به دهه هایی که آب وجود ندارد آب می گذرانند یا اینکه برای بهبودی انسانیت خود را به ایجاد کاری می بخشد و از علم او دیگران استفاده می برند. عملهای مذکور از همه نمودی عبادت و حج بالا می ایستد، ایلاوه نمود او. باید قید نمود که البته عملهای نامبر کرده رحمان عملهای شایسته به حساب می روند، ولی زیارت حج یکی از 5 رکنهای دینی اسلام می باشد که در این خصوص در بین مذهبها از جمله در مذهب حنفی نیز اختلاف وجود ندارد. به هر یک مسلم اگر شرایط داشته باشد زیارت حج فرض می باشد و عملهای دیگر هرچند عملهای شایسته باشند هم این فرض را از مسلمان ساقط کرده نمی تواند. به مسئله بنیاد راه، مکتب، پول راه گذر و تأمین کنی احالی با آب آیم، طبق اسلام این مسئولیت نه اینکه وظیفه بعضی افراد بلکه وظیفه اساسی دولت می باشد. در قسم 4 ماده 152 لایحه سرقانون دولت اسلامی که از طرف یکی از حزب بین الخلقی اسلامی و سیاسی تهیه شده است گفته می شود: برای منفیت های عمومی و قلعه های اساسی مانند ساختن راه ها، مسجد ها، مدرسه ها و شفاخانه ها نیز از بیت المال خرج کرده می شود. اگر در بیت المال مبلغ کفایت نکند، در حال برای پوشاندن این خراجات اندازها جمع کرده می شوند. مشاهدان قید نمودند که طی چند سال است که رژیم رحمان وظیفه های اساسی دولت آید آبادانی احالی را بر ذمه افراد، یعنی به طور مجبوری بر ذمه صاحبکار را می گذارد. مملکت در یک ناحیه دو تا دانشگاه وای نیست، هم مکتبی